سلام، خیلی خیلی خوش اومد به فیتوپیا. من مهدا هستم، رزیدنت بیماری های پوستمون. توی این ویدیو میخوام یه روتین مناسب نوجوان ها و تینیجر ها که خب خیلی هاتون توی پیج من هستید رو بهتون بگم که شامل چه اجزایی میشه، اصلا چیا مؤثر براتون، الکی پولتون رو دور نندازید و چیزایی که واقعا تأثیر داره و میتونه کیفیت پوستتون رو بهتر بکنه رو بهتون یادآوری بکنه. اول از همه اینو بگم که ما هر هفته دو تا ویدیو جدید داریم، پس اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. کلی مراقبت پوست و مو، کنکور، درس خوندن و همه این چیزا رو داریم، پس توی ویدیوهای قبلی هم میتونید یه چک بکنید و نگاه کنید. من قبلا روتین پوستی خودم رو گذاشتم، روتین پوستی برای بزرگسالان هم گذاشتم که باز لینکاشونو میذارم اینجا. همه چیزی که خیلی اهمیت داره و امروز میخوام در موردش صحبت کنم اینه که روتین پوستی نوجوانا و تینیجرها باید چجوری باشه. اولین چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که یکی از مسائلی که خیلی برای تینیجرها پیش میاد آکنه یا همون جوشای صورت، که خب یه مقدارش رو به خاطر همین بلوغ و تغییر هورمون ها توی بدن اتفاق میافته، اما نیاز به پیگیری داره. اگه آکنه‌های خیلی قرمز شدید و التهابی دارید که ازش چرک میاد بیرون یا حتی اینکه جاش روی صورتتون به صورت سوراخ سوراخ مونده، حتما باید به پزشک متخصص مراجعه بکنید و هر چقدر زودتر شما درمان آکنه رو دریافت بکنید جا و اسکار آکنه هاتون کمتر میمونه، در نتیجه در آینده پوست شفافتر، صافتری دارید و کمتر احتیاج پیدا میکنید به کارهای درمانی و لیزر و حالا جای جوشامو چی کار بکنم، سابسیژن جواب میده یا نه، چربی بزنم و این داستان. یعنی خودتون رو درگیر این کارا نکنید. اولین کار و مهمترین کار اینه که اون آکنتون کنترل بشه. یعنی شما اگر که بیشتر از 3-4 تا جوش روی صورتتون، روی کمرتون، روی بازوهاتون دارید، حتما برید پیش متخصص پوست، چون ممکنه که نیاز به داروی خوراکی داشته باشید علاوه بر حالا داروهای موضعی که بهتون معرفی میکنه. پس حواستون به این قضیه باشه. من یه ویدیو برای آکنه ها گذاشتم که چجوری جوشامون رو کنترل بکنید و چیکار کنید که بهتر بشه، براتون میذارمش، حتما چک بکنید. چیز دیگه که اهمیت داره که بدونید اینه که شما اگر دیدید کسی بهتون میگه خب این به خاطر بلوغ دیگه، ولش کن خودش خوب میشه، اصلا این کار نکنید، حتما پیگیری بکنید. گفتم اسکارهایی که ناشی از جوش براتون به وجود میاد ممکنه دیگه تا آخر عمر بمونه و بهتر نشه، مثل جای آبل مرغون. دیدید جای آبل مرغون تا آخر عمرتون همراهتون هست و این جوشا هم وقتی شدت التهابشون و عفونت زیاد باشه باعث همون اسکارهای آیس پیک میشه که اصلا خوب نمیشه، جوابی هم نمیده به درمان. پس هر چقدر پیشگیری بکنید از این جاهای جوش بهتره و به نفعتون هستش. مهمترین اصل یک روتین پوستی داشتن ضد آفتاب، مخصوصا این که الان توی فصل تابستون هستیم. میدونم که خیلی هاتون دوست دارید که همش برید بیرون، ورزش بکنید بیرون، تو هوای باز باشید، آفتاب بخورید این. پس مهمترین نکته اینه که از ضد آفتاب استفاده بکنید. پس یعنی که شما بخواید پول بدید که یه محصول برای پوستتون بخرید، بعد ضد آفتاب بخرید، که ضد آفتاب‌های مختلفی هم توی بازار وجود داره. ضد آفتاب‌های رنگی وجود داره، ضد آفتاب‌های بدون رنگ وجود داره که آقایون میتونن از اون ضد آفتابای بدون رنگ استفاده بکنن، مثل یه کرم مرطوب کننده است، یعنی توی ظاهر پوستتون مشخص نمیشه. ولی پوشش دهی ضد آفتابهای رنگی بهتره و اگه که میخواید ضد آفتاب بخرید میتونید از ضد آفتابهای رنگی استفاده بکنید. اگه پوستتون جوش میزنه و پوست چربی دارید حتما ضد آفتاب مخصوص پوستهای چرب استفاده بکنید که این جوش و آکنتون تشدید پیدا نکنه. پس ضد آفتاب حتما باید توی روتین روزانه‌تون داشته باشید. حالا این ضد آفتاب میتونه رنگی یا بی رنگ باشه، و اینکه بهتر SPF‌ش بالای 50% باشه و روش هم اگه نگاه بکنید یه چیزی به اسم UVA هم داره که مثلا نوشته 1+, 2+, 3+. خب UVA رو هم پس بهتره که کاور کنه. یعنی اینم که نگاه کنید یه PA نوشته که با علامت مثبت روشون نوشته شده. از برندهای ایرانی اگه بخوام بهتون بگم، ساین اسکین بی رنگ خوبه، بیرنگ درماتیپیک هست، یا اینکه حتی درمابای هستش، لافارر، اریکه، اینا همه دیگه رنج قیمتشون یکم بالاتر میره. ولی خب چیزی که خیلی روی ضد آفتاب ها اهمیت داره اینه که شما یه ضد آفتابی انتخاب بکنی که به پوستت بسازه و اونو ادامه بدی. یه سری ضد آفتاب های اینجوری هم هست، مثل اسپری. خب شما برای بچه هاتون هم میتونید تهیه کنید اگه خودتون بزرگسال هستید. این ضد آفتاب های اسپری بیرنگ هم هست، مثلا بیرون اگه میرید آستین کوتاه تنتون، حلقه تنتون و اینا، میتونید کاملا اسپری بکنید به بدن و خیلی راحت تر هستش دیگه استفاده کردن ازش. چه پسر چه دختر حتما ضد آفتاب استفاده بکنید. ضد آفتاب تاثیراتی که داره، یک، باعث میشه که پیری نداشته باشه پوستتون، اون آثاری که از تا
تخریب در واقع سلول‌های پوستی به وجود میاد در اثر اشعه نور و یووی جلوگیری بشه، به اضافه اینکه پوستتون همیشه شادابتر باشه، دیرتر پیر بشه، چین و چروکش کمتر بشه و تیرگی نداشته باشه. یعنی همه اینا چیزاییه که وقتی شما یکم بزرگتر شدید براتون مسئله میشه، میگید که کاش اینجام یکم مثلا صاف‌تر باشه، اینجام روشن‌تر باشه اینا. و اگه از همین الان شما از ضد آفتاب استفاده بکنید، خیلی خیلی پیشگیری می‌کنید از این کار. و من یه عکسی براتون اینجا گذاشته بودم که یه آقایی هستش، یه آقای راننده است که این ور صورتش جلوی آفتاب بوده و این ور صورتش جلوی آفتاب نبوده دیگه، وقتی رانندگی می‌کرده یه سمتش آفتاب می‌خورده. حتی با اینکه ضد آفتاب استفاده نمی‌کرده، اگه نگاه کنید تفاوتش چقدر زیاده. یعنی شما در طولانی مدت وقتی از ضد آفتاب استفاده نکنید دچار اون میشید. پس حتما از ضد آفتابتون استفاده بکنید. ضد آفتاب همیشه تو کیفتون باشه، هر 3-4 ساعت تمدید بکنید. اگه پوست حساسی دارید میتونید توی خونه هم حتی ضد آفتاب بزنید. و اینکه گفتم بیرنگی و رنگیش خیلی تفاوتی نداره، رنگی اصلا بهترم هست و رنگش باز خیلی فرق نداره، هر رنگی که خودتون دوست دارید. اگه صورتتون بژه، نمیدونم میخواید یکم تیره تر باشه، هر رنگی که میخواید، این دیگه به انتخاب خودتون هستش. یه پایه دیگه روتین پوستی شما باید آبرسان یا مرطوب کننده باشه. حالا آبرسان برای صورت و دست جداگانه، لوسیون بدن و یه چرب کننده برای بدنتون باید داشته باشید که مثلا بعد از حموم که میاد، این الان درماتیپیکه، قیمتش هم مثلا 150 اینا هستش، یه برند خیلی خوبیه که موادش فرانسویه. مثلا هیچ کدوم از چیزایی هم که دارم میگم اسپانسر ما نیستم و تقریبا تجربیات خودمه. این لوسیون های بدن تفاوتشون با کرم چیه؟ وقتی کرم میزنی اینقدر کرم که از تیوبش در میاری بزنی روی دست تموم شده، ولی لوسیون های بدن اینجوریه که یه کوچولوشو که بزنی برای یه وسعت زیادی میتونی استفاده بکنی و اینجوری به صرفه تر هستش لوسیون های بدن. لوسیون بدن اگه بخوام بهتون بگم، از سیگول گرفته برای بچه‌ها و کودکان داره، از بزرگسالها هم بخوام بهتون بگم مثلا همین سمین هست، سیوند هست، درماتیپیک هست، اینا رو میتونید استفاده بکنید. پس لوسیون بدن حتما بگیرید بعد از حموم که اومدید هنوز یکم رطوبت داره بدنتون، لوسیون بدن رو به همه بدنتون بزنید. هر وقت هم که احساس کردید بدنتون خشکه میتونید استفاده بکنید. در مورد آبرسان هم برای صورتتون هم کرم مرطوب کننده صورت میتونید استفاده بکنید. فقط اینکه اگه پوستتون چربه و باز جوش دارید، حتما از محصولات مخصوص پوست‌های چرب استفاده بکنید که این جوشتون بدتر نشه. پس اینم از آبرسان. بهتر که مثلا روزی یکی دو بار هر وقت که احساس کردید پوست صورتتون مثلا احساس خشکی کردید یا بعد شستشو اینا، میتونید از اون کرم آبرساتتون استفاده بکنید. بخش سوم روتین پوستتون هم یه شوینده میشه، مثلا یه شوینده صورت. تونر رو این چیزا نمیخواید، شما یه شوینده خوب صورت داشته باشید. حالا این شوینده سرش براش داره، برند ویتالایر هستش، خودش براش داره. اینجا شوینده های دیگه‌ای هستن که به صورت فوم هستن یا ژلی، خیلی فرقی نداره. باز اگه پوستتون خشک، شوینده پوست خشک تهیه بکنید. اگه پوستتون چرب، شوینده پوست چرب و جوشدار تهیه بکنید. این دیگه به انتخاب خودتون هست. و برندهای خوبی هم که بخوام بهتون بگم، ویتالایر هست، جنو بیوتیک هست، همون درماتیپیک هست، نمیدونم اسکین وان هست، هر چیزی که از داروخانه تهیه بکنید مورد تایید ما هستش. که اینم باز رنج قیمتیشون میتونه متفاوت باشه، از شاید 50-60 تومن هست به بالا. پس سه تا اصل بهتون گفتم: یک، استفاده کردن منظم از ضد آفتاب; دو، استفاده کردن از یک آبرسان نرم کننده یا مرطوب کننده; و سومیش استفاده از یک شوینده هستش. چهارمین چیزی که میخوام بهتون بگم، این باز بیشتر برای افرادی هستش که جوش میزنن یا آکنه دارن، ولی در حد خیلی شدیدی نیست. مثلا هر چند وقت یه دونه جوش اینجاش میزنه یا یه دونه جوش اینجاش میزنه، این وقتی هم که جای خیلی خاصی نظری میتونه طبیعی باشه. و برای درمان کردنش حتما از شوینده پوست چرب، آبرسان پوست چرب، ضد آفتاب پوست چرب استفاده بکنید. و یه سری ژل های مخصوص جوش هستش که ما بهش میگیم آنتی آکنه ژل، یه ژل مخصوص ضد آکنه، ضد جوشه، که اینم باز برند های مختلفی هست. ویتالایر داره، مثلا بخوام بهتون بگم ویتالایر داره، اسکین وان داره، هر کدومشون که استفاده بکنید اوکیه. مثلا اگه احساس کردید یه جای جوش زده، روز دوباره اینو میزنید روش و بهتر میشه. ولی میگم این برای کسی که تک و توک جوش میزنه، یه دونه جوش اینجاشه، مثلا یه دونه اینجاشه، ولی حتی اگه یه دونه جوش داد ولی جای گنده قلمبه میشه، ازش چرک خارج میشه و اینا، حتما باید برید پیش متخصص پوست. برای آکنه‌های بدنتون هم باز همینطور، ممکنه نیاز به داروی خوراکی باشه و سرخود هیچ کرمی رو استفاده نکنید. چند تا توصیه کلی هم بخوام بهتون بگم: حتما آب زیاد استفاده بکنید، هر چقدر از فست فود، شکلات و این چیزا کمتر استفاده بکنید،
گوشاتون کمتر میشه. یه چیزی که خیلی ثابت شده بوده اینه که توی بعضی از آدما شیر کمچرب تونسته آکنه پوست رو بیشتر بکنه. یعنی اگه شما احساس کردید با خوردن لبنیات کمچرب دچار جوش بیشتر میشید، این درسته خب، و میتونید استفادهتون ازش کمتر بکنید، ولی نه اینکه لبنیاتتون رو قطع بکنید. اگه احساس میکنید با چیزی دچار جوش میشید، باز اونو میتونید کمتر بکنید. و اینکه حتما به پزشک متخصص پوست مراجعه بکنید اگر که جوش صورت بدن اینجا زیاد و اذیت کننده هست. یعنی اصلا اینجوری نباشه که صبر کنید، هر چقدر زودتر درمانتون شروع بشه برای خودتون بهتره، جوشتون زودتر کنترل میشه، جاش کمتر میمونه و در نتیجه پوست بهتری خواهید داشت. اگر که الان نگاه بکنید، خیلی هستن که جای صورتشون میبینید پر از جای جوشه. خب مثلا یه آدم 40 ساله است یا آدم 35 ساله، بخاطر اینه که قبلا شاید خیلی مراجعه نمی‌کردن به پزشک، به همین جوری بودن که خب خوب میشه دیگه، غرور جوانی، جوش جوانی اینو. ولی الان توجیه خاصی نداره و حتما باید درمان بشید، حتی اگه 15 سالتونه، حتی اگه 10 سالتونه. خب حتما آکنه و جوش چیزی نیست که همینجور خود به خود خوب بشه، حتما باید برید پیش متخصص پوست. آب زیاد بخورید و اینکه ورزش و خواب و خواب کافی و این چیزا هم که دیگه حواستون باشه، هر چقدر خواب بهتری داشته باشید، استرس کمتری داشته باشید، لایف استایل بهتری داشته باشید، ورزش کنید و اینا، کیفیت پوستتون هم قطعا بهتر میشه. اصلا از کرم پودرهای آرایشی سنگین و پنکیک و فلان استفاده نکنید، کیفیت پوستتون به هم میخوره، ممکنه جوش براتون ایجاد بشه. هیچ محصولی رو بدون اینکه از داروخانه تهیه بکنید استفاده نکنید و اینا همه چیزایی که باعث میشه که شما یه دونه جوش میزنید جاش میمونه، جاش تا 5 ماه خوب نمیشه و هر چقدر کمتر صورتتون دستکاری بکنید بهتره. در مورد جوش هم همینطور، اگه جوش دارید نترکونیدش، خواهشن باشه ور ندید، این ور اونورش نکنید، خودتون طب خانگی رو روش اجرا نکنید. اینا همه آکنه فعال هستن، جاشون میمونه و جاشون به این زودی ها از بین نمیره. حواستون به این نکته هایی که گفتم باشه. هر سوالی داشتید حتما بپرسید، هر فیدبکی داشتید به هم بدید که از چی استفاده کردید، برای خودتون خوب بوده، بد بوده، چی کار رو میکنید. و اینکه هر هفته دوتا ویدیو جدید داریم تا ویدیو بعد.